مبلغان امت، راویان دین در هر سطحی که هستند، معلمان، آموزگاران، سرپرست فامیل، سرپرست ولایت، سرپرست ملک، زون، هر که باشد، هر کاری که انجام می‌دهد، مقصد از درون دلش فقط حصول رضایت الهی است، نه به ستایش کسی نیاز دارد، نه از بد گفتن کسی می‌هراسد. انسان دنبال رضایت مخلوق می رود. این در حقیقت ضعف ایمان است، در حقیقت ضعف عقیده است، در حقیقت تخطی از نظام الهی است، در حقیقت نقض حقوق رسول گرامی است، در حقیقت نقض فرامین قرآن است، در حقیقت نقض آرمانهای مبارزان و مجاهدان و راویان و مبلغان و مدرسان و مفتیان امت اسلامی است و قاضیان امت. در این فیصله از رضایت الله بیرون نشو. اگر که ملتا دوست تو شوند، مفتیان امت از مسیر و جاده متمایل نشوند، اگر چه ملتا دوستش می شود، مبلغان و داعیان، محدثان امت به میل ملت ها ترجمه و تفسیر نکنند، اگر چند که لاتخذو که خلیلا. ان الحمد لله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ثم بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى الناس عنه، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. رواه ابن حبان وكذا روي في الترمذي. دوستان نهایت عزیز و مهربان، علاقمندان دین محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم، در آغاز خوشحال هستم که بعد از گذشت هفته هنوز برای درس هفته و ادای نماز جمعه حیات داریم و آماده ایم. الله رب العالمین علما، مخلصین و داعیان و غمخاران دین، آنانی که مرده اند، مراتب عالی نصیبشان بگرداند، و آنانی که زنده اند، الله توفیق خدمت برایشان نصیب بگرداند. برادران و خواهران امت اسلامی در هر گوشه دنیا که هستند، امیدوارم صحتمند باشند، از نعمت صحت برخوردار باشند، و آنانی که بیمارند از الله رب العالمین طلب شفای عاجل را پیش میکنیم. الله رب العزت رحم بفرماید. موضوعی را که خواستم امروز امرای شما شریک سازم ایست: در غم رضای الله باش تا مردم از تو راضی شود. صادقانه هر کی را دردیست، هر کی را غمیست، اما غم داعیان و دعوتگران و مصلحان امت، غم خفگی، خشم و غضب الله رب العزت است. در اینجا بجا هست یک سؤال را جواب داده باشم.
ملت ها در جهان امروز یک پرسش دارند، گرچند کلماتشان بی ادبانه هست، معینی کلمات را نمیگم. سؤالشان ایست که علما چی میخواهند، چی میطلبند؟ و گی هم میگویند که یا الهی این ملا صاحب چرا خسته نمیشود، چرا دلگیر نمیشود، چرا هیچگاه وقفه نمی دهد، مسلسل صدای عزیب بلند میشه. در برابر سؤالی که علما و داعیان دلسوز امت از امت چی می طلبند، باید خدمت عرض کنم آرمان داعیان امت اسلامی شخصیت سازی، مردم سازی و فامیل سازی را مأموریت الهی میپندارند. جوابشان امیست. به تعبیر عامیانه بگویم خواست داعیان خستگی ناپذیر، آرامش افراد، آرامش ملت، مردم و خانواده هاست. همی خواست شماست. به تعبیر دیگرم تهذیب اخلاق، آرامش خانواده، برقراری نظم در اجتماع آرمان داعیان امت در تاریخ کهن بشریت است. به تعبیر دیگر تصحیح عقیده، مهر صحت به عبادات، امضا و دستخط صحت بر معاملات، تشکیل یک نظام سیاسی که به درد ملت ها برسد آرمان داعیان امت اسلامی است. عزیزان من، از امین رو وقتی که سراغ قرآن کریم برویم، وقتی سراغ تاریخ داعیان برویم، معصومترین چهره ها، نخبترین چهره ها در تاریخ بشر انبیا و جاینشین انبیا بوده اند. انبیا معصوم اند. علما و داعیان و مبارزان همه جاینشین انبیا اند. اگر ما سراغ تاریخ برویم، اینمی افراد که قیمتی ترین و بیشبهاترین افراد بشریت در تاریخ بوده اند. بخاطر این آرمان هایی که من نام بردم جانهایشان فدا شد، خونشان به زمین الهی ریزانده شد. دلیلش چیست؟ آنانی که من یک جمله داشتم همیش گفتم، یک بار دیگر میگم، خون انسان، نفس و جان هر انسان برای خودش از تمام ثروت و داراییش قیمت تر است. اگر یک انسان بیمار شود و بداند که با فروش دکان و حویلی هم معالجه می شود، بدون شک از همه دارایی تیر است که تا خودش حیات بماند. وقتی که قیمتی ترین چیز به پیش انسان ها جان انسان است، نتیجه ایست قیمتی ترین انسان ها، بیشبهاترین انسان به شمول انبیای معصوم، به خاطر این آرمان هایی که من گفتم خونشان را در بازار به مانند جنس ارزان به فروش رسانیده اند.
هر کس از خود آرمانی دارد. علمای عزیز، حفاظ گرامی، مجاهدان امت اسلامی، هدفمند باش، کار به شعور و فکر و اندیشه بوده باشد، سرسری سطحی نگری نه. من و تو آرمان داریم افراد ما تربیت شود، جامعه و مردم ما ساخته شود، اخلاق مردم ما زیبا شود، خانواده ها تربیه زیبا و درست ببینند، نظام سیاسی ما وسیله سعادت و نجات من و شما بوده باشد. در غیر آن ما به اهداف نرسیده ایم و نمیرسیم. الله رب العالمین این حرفایی را که من اشاره کردم تا کجای دنیا که به گوش برادران و خواهرانم میرسد، توفیق عملش را از الله میطلبم. عزیزانم، بابا هم میگفت قدر نعمت بعد از زوال است، قدر نعمت بعد از زوال است. داشته های بیشبهای الله در اختیار من و توست، باید ارزششان را همین اکنون بدانیم و شکران الله کنیم، وگرنه نعمت که از دست رفت بار دیگر بر نمی گردد. و یکی از نعمتهای بزرگ بیشبها جوانی شماست عزیزان من، یکی از نعمتهای بیشبهای شما جوانی شماست. باید بدانین که جوانی نعمت بیشبهایی که از نظر هیچ دانشمند پنهان نیست و ای بر نمی گردد. عزیز دلم، الا لیت الشباب یعود یوما اخبره بما فعل المشیب. ای کاش که جوانی یک روز برمیگشت، گزارش میدادم که پیری به من چی کرد. زمانی که همه نعمت ها در اختیار ماست، یکی از نعمت ها داشتن یک نظام اسلامی است، یکی از نعمتها علما متخصصان فقه و حدیث در نظام اسلامی است. من و شما در دو دهه به این طرف بهترین شخصیت ها را دادیم که بدیلش بر نگشت. حتی مراکز علمی من و شما یتیم مانده است. اگر گویم که با آواز حال در و دیوار مدرسه ناله فراق دارد، همه می دانند. بیاییم در حیات و در زندگی این نعمات الهی از نعمت شکران محروم نباشیم، از نعمت شکران محروم نباشیم. در اخیر، در مقدمه، آخرین حرفم این است که به موضوع داخل می شوم. نفس شرکت در حلقه های درس جمعه، نشستن پای صحبت یک داعی و دیدن به چهره یک داعی، دیدن داعی به چهره مخاطبان محب دین الله و رسول الله، بالاترین نعمت الهی است. بیاییم در غم رضای الله باشیم که تا مردم از ما راضی شود. عزیزان من، نمی توان به رضای مردم رضای الله به دست آمد، بلکه با کسب رضامندی الله رب العزت رضای مردم نهفته است. میایم سر اصل موضوع. مخاطبم در این باب عامه مردم است، ولیکن هر کی به قدر مسئولیتش. مخاطبم نظامداران امت اسلامی در فهرست اول، ثروتمندان امت، دانشگاهیان امت، مرد و زن امت اسلامی در این باب مخاطب منند.
اما پیام باید از آدرس رسول گرامی صلی الله علیه و سلم شرح و بیان شود. همه مسلمانان برادران منن، همه خواهران منن، ولی پیشنهادم در روشنایی نظام رسول گرامی صلی الله علیه و سلم را وقتی که میشنوند مأموریت بگیرند، مسئولیت بگیرند، در شیوه عملیش کمر همت بسته کنند تا نشود کلمات پیامبر را که من گفتم به گوش مخاطبانم جوفا شود. جوفا معنا میان خالی، فقط شنید است و بس، عملی در زندگی ندارد. این داعی از مخاطبانش نمی طلبد. عزیزان من، از این رو خدمت عرض می کنم، امام ترمذی رحمت الله علیه یک کتابی از 6 کتاب امت اسلامی، صحیح ابن حبان کتاب دیگر، از آدرس صدر اسلام به نحوه خاصش پیامی به من و شما دارد. در این باب در غم رضای الله باش تا که مردم از تو راضی شود، در غم رضای مردم نباش تا که الله از تو ناراض نگردد. اگر ما دنبال یا جستجوی رضا شدنی ملت ها مردم به ملاحظات بوده باشیم که در اونجا الله از ما ناراض شده باشد، اینجاست بدانی که هم الله هم مخلوق الله از من و تو ناراض می شود. اگر ما در کارمان دنبال رضای الله بوده باشیم، یقینا که مردم از من و تو راضی می شود. در این حدیث مسئول نظام و نظامدار امت اسلامی معاویه رضی الله تعالی عنه، شاگرد پیامبر معظم اسلام صلی الله علیه و سلم، کاتب وحی، از عایشه صدیقه رضی الله عنها، از حریم پیامبر معظم صلی الله علیه و سلم، از خانواده ای که عایشه تا سن 18 با رسول گرامی بوده است و بس. از نظر جامعه جهانی عایشه روزگاری که به سن قانونیش میرسد بیوه باقی میماند. پیامبر بزرگترین نعمت الهی را از دست میدهد، ولی آموزش 9 ساله را، نصاب 9 ساله را، ترتیب و تعلیم 9 ساله عایشه را در تاریخ امروز در طی 32 سال مسلسل یک مرد یک زن به اون سمت علمی رسیدنش مشکل است. جناب رئیس نظام خلیفه جهان اسلام در معصرش پیام کتبی روان میکنه خدمت عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها. شما در این قضیه اندک غور کنید. از ایشان، از عایشه پرسان میکنه برای بهبود نظام من، برای ثبات نظام اسلامی، برای آرامش فکر امت، برای توصیه و نصیحت و خیرخواهی به من چیزی بنویس اما دراز نکو، چیزی بنویس اما دراز نکو، کتبا مکتوب می طلبد. عزیزان من، مخاطبان امت اسلامی، با دقت تمام، با گوش باز، با فکر باز، با روح آرام پیام میره که عایشه صدیقه رضی الله عنها برای معاویه امیر مسلمانان داده است و این پیام تا این دم در ذخایر ما وجود دارد. از این قصه ها حصه ها باید گرفت و این پیام را جنبه عملیش را باید انجام داد، وگرنه رضامندی الله گم می شود، سرانجام مخلوق ملت نیز از ما ناراض می شود. جناب عایشه صدیقه رضی الله عنها گفت که بعد از عرض سلام، بعد از عرض سلام گفت از رسول گرامی شنیده ام، از رسول گرامی صلی الله علیه و سلم شنیده ام که گفت که سلام علیک اما بعد. سبحان الله، امیر جهان اسلام از خانواده رسول گرامی خیرخواهی و نصیحت خواهی می طلبد، اما میگه کوتا می خواهم. جناب عایشه فرمان می دهد و یا خودش می نویسد دو روایت، سلام علیک اما بعد. بعد از آن می فرماید
من از رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم شنیدم که فرمود من التمس رضا الله بسخط الناس، هر کی رضای الله را می طلبت ولو که مردم می رنجند، الله رب العزت از آن راضی می شود و ملتهای رنجیده را از ایشان نیز راضی می سازد. و من التمس رضا الناس بسخط الله، سخط الله، هر کسی که جستجوی رضای مخلوق الله را دارد، الله را از پیش خود ناراض می کند، الله غضب می شود و ملتها را نیز از ایشان خفه می سازد. ایره به معاویه روان می کند. عزیزان من، در ادامه میگه و من التمس رضا الله بسخط الناس، کسی که رضای الله را می طلبد و مردم می رنجد، کفاه الله مؤنت الناس، الله همه مشقت مردم را تضمین می کن. و اگر کسی که رضای مردم را می طلبد و الله را خفه می سازد، بدون شک در هر وادی، در هر دره و در هر تگاوی که بی میرد هلاک شود، الله رحمتش نمی کند. عزیزان من، پس آمدیم که این یک الفاظ حدیث پیام جناب عایشه صدیقه رضی الله عنها برای امیر جهان اسلام بوده است. من این پیام را عام می کنم به عامه ملت، همه مردان و زنان و خواهران و برادرانی که با اسلام ضدیت دارند، در برابر اسلام شای پراکنی می کنند، با داشته های نظام اسلامی عقدمندند، با آرامش روح و روان ایمانی عقدمندند، خواهران و مادرانی که داشته های عزتمند ایمانی شانده او را بی عزتی و ذلت و سلب آزادی فکر می کنند، باید پیام عایشه را بشنوند. عایشه پاکدامن، عایشه محجبه، مجتهده، فقیهه، حافظه، محدثه، حریم رسول صلی الله علیه و سلم، در اینجا نکاتی را که به معاویه اصرار کرده است من نام میگیرم. در آغاز در این حدیث نشان میدهد که در زندگی امت مسلمه، در معامله امت مسلمه، در تاریخ بشریت گزینه ها دو صورت دارد که انسان به اهداف خود برسد. از میان دو گزینه یکی را رسول معظم انتخاب کرده است و دیگرش نقطه پایان داده است. عزیزان من، طریق اول، هر آن کس که رضامندی الله را می طلبد به این معناست که این شخصیت است، عظمت رب العالمین، محبت رب در دلش جا دارد، محبت رسول گرامی در روح و روانش جا دارد، محبت نظام اسلامی در روح و روانش جا دارد، در حرکتش، در سکونش، در معیشتش، در سیاستش، در تعلیمش، در تربیه، در اداره، در داخل نظام، در اجتماع، در خانواده، در گوشه تنها چیزی را می طلبد رضای الله است. چیزی را می طلبد رضای الله است. آنانی که صلاحیت دارند فرامین الهی را تنفیذ کنند، مسئولیتشان در تنفیذ نظام الهی فقط و فقط رضای مردم بوده باشد، نه رضای جامعه جهانی، نه رضای قوانین وضعی، فقط و فقط در تنفیذ نظام الله و رسول الله رضامندی الله را می طلبد و بس، رضامندی الله را می طلبد و بس. اینجاست زمینه رضایت بشریت را الله رب العزت فراهم می کند. صفت بنده هایی که در این باب روانند پیام عایشه را می گیرند، هر که کاری را انجام می دهد دنبال ستایش بشر نیستند، از خفگی بشریت نمی هراسند، از رنج بشریت خسته دل نمی شوند، آنچه در روح و روانشان هست
فقط و فقط رضای الله به دست آید و بس. اینجاست که الله رب العزه زمینه رضایت بشریت را خودش مساعد می کند. مبلغان امت، راویان دین در هر سطحی که هستند، معلمان، آموزگاران، سرپرست فامیل، سرپرست ولایت، سرپرست ملک، زون، هر که باشه، هر کاری که انجام می دهد، مقصد از درون دلش فقط حصول رضایت الهی است. نه به ستایش کسی نیاز دارد، نه از بد گفتن کسی می حراست. هر یو مسلمان به هر یو سطح که ای اغا هر یو کار چی کرایشی، فقط یوازنی مطلب ده الله رضایت حاصل اول تر لاسک اول ده. اخوت عام خبر ده، سوگ مان رازی کی گی، سوگ مان خفا کی گی، ده چا ده ستاینا هم پکی سکی نده، ده چا ده بدگویی هم پکی سکی نده. ایره میگه کسی که رضایت مخلوق نیز برش مساعد میش. در این باب بهترین الگو محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم بوده است، زمانی که به خاطر رضای رب العالمین عرض اندام کرد. امروز 1400 و چند سال می گذرد، هنوز میلیارد بالای تقریبا 2 میلیارد انسان از رسول گرامی هم اظهار رضایت می کند، از رسول معظم اظهار رضایت می کند. اینک پیام عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها برای امیر و سیاست مدار جهان اسلام به عنوان یک خانم خیرخواه، به عنوان یک حریم رسول، به عنوان یک خواهر ایمانی، خیرخواه امت، دلسوز امت، غمخوار امت، برای کسی پیام می دهد که به یک فرمانش دنیا و ملکش متحول شود، میگه رضای الله هیچگاه نشود که دنبال رضای مخلوق رفته باشید. گزینه دومی راهی است که انسان دنبال رضایت مخلوق می رود. این در حقیقت ضعف ایمان است، در حقیقت ضعف عقیده است، در حقیقت تخطی از نظام الهی است، در حقیقت نقض حقوق رسول گرامی است، در حقیقت نقض فرامین قرآن است، در حقیقت نقض آرمانهای مبارزان و مجاهدان و راویان و مبلغان و مدرسان و مفتیان امت اسلامی است که آرمان همه در یک جمله کوتاه عایشه گونه رضامندی الله رب العزت است. عزیزان من، هر آن که عقیده متزلزل داشت جستجو میکنه رضای مخلوق را، ولو که الله غضب شود، ولو که دینش زیر پای شود، ولو که رب العالمین خفه شود، قضیه خیلی خطیر است. عزیزان من، رسیدن به این اهداف خیلی خیلی خطیر است. عزیزان من، پس اینک پیام عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها برای امیر معاویه تا این دم خدمت من و شما قرار دارد که من به شما گفتم شما به هزاران کسی دیگر وسیله انتقال شوید. آرمان داعیان را گفتم چیست؟ شخصیت سازی، مردم سازی، نظام سازی، تأمین امنیت، تأمین عدالت، آرامش و اطمینان در روح و روان مرد و زن امت، حاکم شدن نظام الله در سرزمین الله، ولو هر کی خفه شود خفه شود. ولا یخافون لومت لائم، از ملامت ملامتگر نمی هراسن. عزیزان من، شما می دانین آیه های 96 سوره مریم الله رب العزت می فرماید ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. آنانی که مؤمنن، براستی مؤمنن، آنانی که اعمال صالحه انجام داده ان، از اردو جمله آیت تعبیر من گناهکار ایست، از اردو تعبیر من گناهکار ایست. ای مؤمنان، مخاطبان قرن 21، بلا استثناء
از نظام تا رعیت، از پیر تا جوان، از مرد تا زنانه، هر کی شخصیت خود را ساخت، هر کی ملتش را ساخت، هر کی دنبال رضای الله رفت، هر کی رضامندی الله را بیش بها عنوان کرد، سیجعل لهم الرحمن ودا، زود است که الله رحمان محبت وی را در دل ملت ها نیز می اندازد. پس برمی گردم به پیام عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها، در این پیام مشخص شد که هر که دنبال رضای الله رفت، به خاطر رضای الله مسئولان تنفیذ حکم الهی را در سرزمین مسئولیتشان کردند. هر که برنجد برنجد، هر که خفه شود خفه شود، وضعیت حاکم می شود که الله محبتشان را در دل ملت ها پرتاب می کند. و هر کس که بر رضای مردم کار میکنه، الله خود رنجیده بود، در پایان مردم نیز میرنجد. امام تاریخ، امام حدیث، امام تفسیر، یکی از میانشان حافظ ابن کثیر رحمت الله علیه در اینجا میفرماید الله رب العالمین بعد از شخصیت سازی، بعد از مردم سازی، که مردم ما را ساختیم، ملت و نظام ما را ساختیم، عقیده و عبادت ما را ساختیم، کمر همت دنبال رضای الله بستیم، در این جا جناب حافظ می فرماید نهال محبت تو را، نهال دوستی تو را در قلب مؤمنان الله رب العالمین غرس می کند، تک تک مؤمنان تو را دوست دارد. عزیزان من، پیشنهادم به تأسی از پیشنهادات بزرگان سرزمین من که او جملاتشان را کوتاه می کنم ایست، ما در دل ملت‌ها چنان محبوب شویم، وقتی که ما در یک ولایت طوری مهمان برویم، از ولایات دیگر همه شتابان شتابان روانند، چرا به دیدار فلان می رویم؟ زیرا که قرآن وعده داده، قرآن کریم وعده داد و گفت ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، آنانی که بر دنبال رضای الله بودند، شخصیت سازی کردند، عمل سازی کردند، ملت را ساختند، سرانجام نهال محبتشان در دل ملتشان کاشته می شود، غرس می شود، از آن میوه می گیرد، از آن ثمر می گیرد، از آن منافع به دست می آورد، از آن امرار معاش می کند، از آن میوه یعنی امرار معنویت می کند. مقصد اینیست که تمام مردم راضی می شود، ایم در دلتان باش. مستشرقان و دشمنان دین همیشه اعتراض دارند، میگه چرا خدمتگاران دین در ملت ها دوست ندارند. در این داستا خدمت عرض می کنم که کلمه قرآن کریم که در اینجا می فرماید سیجعل لهم الرحمن ودن، معنایش چیست؟ در قلب مؤمنان غرس نهال محبت می شود. عزیزان من، اگر دشمنان الله ناراض می شوند، اشکال دیده نمی شود. عزیز دلم، شیخ الاسلام حافظ ابن تیمیه رحمت الله علیه می فرماید هر بنده‌ای که دنبال رضایت الهی است، ولو مانند منافقان عصر رسالت، در برابر اون بنده بغض و عداوت صورت گیرد، اما در فهرست نظام الهی بنده نیکوکار صالح خوشبخت ثبت نام شده است. اگر پرسان کنم کیست که نمی خواهد الله رب العالمین در فهرست صالحان ثبت نام کنه، کسی است که را نمی خواهد؟ اما کل ما می خواهیم، همه می خواهیم که در نظام، در فهرست و در کتاب صالحان در نزد ملائک نویسنده حضور رب ثبت شویم. همه می خواهیم نمی خواهیم؟ می خواهیم، ولی این خاص اسباب داره. این خاص چی داره عزیز دلم؟ اسباب. یک سببش ایست، هر آن کاری را، تعلیم، تربیت،
دست خیر، عبادت، حج، جهاد، خدمت، هر آنچه که انجام داده می شود شعوری، فکری، متفکرانه، فقط و فقط بر رضای کی باشد؟ الله باشد و بس. اینجاست که سیجعل لهم الرحمن ودا، محبتش را پروردگار در قلب انسان ها چی میکنه؟ اصلی یک نکته علمی است عزیز دلم. پس سر پیام عایشه میگردم. عایشه صدیقه رضی الله عنها، مادر من و عالم اسلامی، عایشه دخت ابوبکر صدیق رضی الله عنه، عایشه خانم نازدانه محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم، به امیر جهان پیام میدهد. معنای است که ثبات یک نظام، صلاح یک نظام در مشوره با قرآن دانان امت، با حدیث دانان امت، با فقه دانان امت گره خورده است. این فرمان است، از همین جا پیام می براید. چرا امیر به یک خانم پیام می دهد؟ چرا یک خانم به امیر پیام می دهد؟ مقصد مشترکشان جستجوی رضای الله رب العزت است، تا اینکه الله راضی شود، نهال محبتشان در دل ملت ها غرض شود. عزیزان من، به خدای قسم، کل کل گوخه زان سر سوچ کومه، اکم ناب دین، اکم سپیسل دین، پاک صاف دین چی نبی علیه السلام ترا لیگل شوه و او بیا منگ ترا رسیدله، خلاکین عمل که په خدای قسم اقشن نلیدل کیگی. دا د دعوتگرانو دا پاره یو غمجنتیا ده، یو خفگتیا ده. پس ام دغ خاطر باندی، از امی خاطر خدمت عرض میکنم که یگانه رای حل زندگی و شخصیت سازی و مردم سازی، تسخیر دلها که در عمق دلها داخل شویم، که دنبال جستجوی رضای رب بوده باشیم، نه جستجوی رضایت بشریت. دلیل گفتم، هرگاه که ما دنبال رضای رب العالمین شدیم، سیجعل لهم الرحمن ودا، محبت تو را در دل ملت کی داخل میکنه؟ الله. اگر ما دنبال رضایت مردم باشیم و الله از ما ناراض شوه، الله که ناراض شوه، محبت ما را در دل ملت ها کی بیاندازد؟ هیچ کسی. بنان دانشمندان قرآن در ذیل این آیت و دانشمندان حدیث امت اسلامی می فرمایند، دل بنده ها، پیشانی بنده ها، همه در اختیار کیست؟ صدایتان میشن. دل بنده ها، پیشانی بنده ها، صلاحیت و اختیار بنده ها یکسر در اختیار کیست؟ یعنی ده انسانان زړه او ده انسانان لاس، پخی، صلاحیت، استعداد، لیو سر ده چا اختیار کده؟ ده الله پا اختیار کده. هرگاه که ده اختیار الله رب العزت بوده باشه، وقتی که ما الله را راضی میکنیم، الله رب العزت اینمی بنده ها را به صلاحیتش از ما راضی میکنه. الله رب العزت همی بنده ها را به صلاحیتش از ما چی میکنه؟ از ما راضی میکنه. آره، همه ملت راضی نمیشوه اگر عزیزان من یو خبر ما نواره پا دقت سره. اگر ممکن بود که 100% ملت ها از یک پیشوای دینی راضی می شدن جز از رسول معظم اسلام صلی الله علیه وسلم، به دیگه کسی ممکن نیست. ولی با آن هم امت عصر مدینه، گی منافقن، گی یهود بنی قریظه، گی یهود بنی نذیر و صحابه در صف خودشان جداً، پیامبر معظم به اون مرحله نبود که 100% امت از ایشی باش راضی باشه. اگر ما دنبال رضایت منافقین می رفتن صحابه دنبال رضایت بنی نذیر و بنی قریظه یهود می رفتن، خیلی آرمانای اسلام به زیر خاک می ماند. مگر دنبال رضایت کسی نرفتن، فقط و فقط کسی را راضی کردن کی بود؟ الله. امین است که اعلان رب العالمین در نصوص قطعی قرآن کریم تا این دم در اختیار من و تو
رضی الله عنه، رضی الله عنهم و رضوا عن، الله از ایشان راضی شده، در قیامت ایشان از الله راضی می شوند. رسیدن به این مرحله، رسیدن به این کمال، رسیدن به این رتبه علمی، رسیدن به این جایزه و تقدیرنامه، بجز از جستجوی رضای الله زمین و آسمان در هیچ جای دیگر ممکن نیست. ولی کلمات مرا جوفا مساز، جوفای میان خالی مساز، از این گوش از این گوش مانند مرمی مگذران. بیاییم آنانی که از داشته های اسلام ناراضن، مردان و خواهرانی که با اصل ثوابت اسلام ما مشکل دارن، ما دنبال رضایت ایشان هزینه گذاری نمی کنیم، ما دنبال جستجوی رضای رب العالمین هستیم. عزیزانم، پس برمی گردم، در غم رضای الله باش تا مردم از تو راضی شوند. الله رب العزت را راضی کن، زمینه رضایت مردم را مساعد می کنه، زیرا که قدرت الله در قدرت بنده نیست، قدرت بنده ها در زیر قدرت الهی است. هرگاه که کلان و مسئول زمین و آسمان، عفو می خواهم، خالق زمین و آسمان را راضی ساختی، رب زمین و آسمان را راضی ساختی، دیگران همه در اختیار اوست که او را از تو راضی می سازد. سیجعل لهم الرحمن ودا. از این رو قرآن بر رسول گرامیم می فرماید در سوره قلم، فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهنوا فيدهنون. گفت پیامبر، دنبال رضایت مکذبان نباش، مستقیما اعلامیه، فرمان قطعی، منشور صریحی، ماده مستقیم الهی را فرمانش در برابر رسول گرامی امیست که از ملتی که الله از پیشش ناراض است اطاعت مکن. ایشان دوست دارن که تو ماست مالی کنی که تا ایشان ماست مالی کنن. یعنی ماست مالی را میفهمین؟ چرب زبانی به معنای چی میگه؟ پالیسی سازی، به معنای دغل جغل سازی، جهل، تزویر، از چم و فریب. نه، هیچگاه هیچگاه به تو اجازه نیست عزیز دلم. در برابر دشمنای الله برای رضایتشان نرمش، برایشان ماست مالی کردن، تا شیوه منافقت، دوگانگی را سنت گذاشتن، به هیچ کسی مجاز نیست. اگر مجاز می بود به محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم مجاز می بود. وقتی که به پیامبرم مجاز نیست، به هیچ کسی از انسان ها مجاز نیست. فلا تطع المکذبین ودو لو تدهنوا فيدهنون. سبحان الله سبحان الله. واقعا در غم رضای الله باش تا مردم از تو راضی شوند، در غم رضای مردم نباش تا الله از تو ناراض نشود. اینک جمله های ارزشمند حساب شده است که با عنوان بیداری، درس ها، عبرت ها، پند ها، اندرز ها خدمت شما عرض می شود. در سوره اسراء هم می فرماید الله رب العزت بر رسول گرامی می فرماید، خب مگر درس در برابر من و توس؟ با مرور 1400 سال قرآن در اختیار من و شماست. من یگان یگان وقت گیلمندم از امو مفسران و درس دهندگانی که آیات قرآن کریم را به عصر رسالت تدویق میکنن، گویا ما مرفوع القلم هستیم، گویا به ما نیازی نیست که به سوی آیات بریم. این کار درست نیست. قرآن میگه و این کادو لیفتنونک، دشمن در تلاش اینن که پیامبر معظم را از رضامندی الله بکشن، به رضامندی مخلوق سبب شون. یعنی لدی اوحینا الیک، از آنچه به تو وحی شده که رضای الله در اونجا گری خورده، از او ترا میخواستن بیرون کنن. لتفتری علینا غیره، تا نعوذ بالله دنبال رضای مخلوق باشی افترا کنی. و اذا لاتخذوک خلیلا، با دعی وقت ترا دوست بگیرن، تو که از رضامندی الله برآمدی،
از قیادت وحی بر آمدی، نعوذ بالله، ثم نعوذ بالله از سیادتش بر آمدی، باز در اینجاست که تو را دوست بگیرن. مفسران امت اسلامی می فرماین نظر به دلائل قطعی پیامبرم معصوم است، صدای تا نمیشنوم چیست؟ معصوم است، معصوم. این آیت هشدار است، اخطاریه است برای جاینشینان محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. جاینشینشان کیست؟ از تصرف زعامت سیاسیش سیاست مداران امت جاینشین سیاست پیامبرند، از تصرف قضا و قضاوت قاضیان امت اسلامی جاینشین قضای رسول گرامی هن. از تصرف فتوای رسول گرامی هم صلی الله علیه وسلم مفتیان امت جاینشین پیامبرند، از آدرس تبلیغ و بیان و درس و تعلیم مبلغان و مدرسان و محدثان جاینشین کیان، جاینشین پیامبر معظم صلی الله علیه وسلم. چهار صفتی اساسی داشت. پس این آیت پیام برای نظامدار و سیاست مدار، هیچگاه دنبال رضایت دشمنای الله و رسول نباش، اگر چند بگویند که تو از رضایت الله برای ما دوست تو ایم، اما قبول مکن. و قاضیان امت در این فیصله از رضایت الله بیرون نشو اگر که ملت ها دوست تو شوند، مفتیان امت از مسیر و جاده متمایل نشوند اگرچه ملت ها دوستش می شود، مبلغان و داعیان محدثان امت به میل ملت ها ترجمه و تفسیر نکنند، اگرچند که لاتخذو که خلیلا. چی نظام زیبایی هست، زیبا نظامی هست. در غم رضای الله باش تا مخلوق از تو چی شوند مردم. بعد الله می فرماید ولولا ان ثبتناک لقد كدت تركن اليهم شيئا قليلا. این فضل الهی است، اسمت انبیا رحمت الهی است، وگرنه مشکل می بود. اما معصوما اذن لاذقناك ضعف الحياه وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. بعد اگر اختاری را گوش کن، پیامبر معصوم محبوب رب عالم است، لکن اختاریه با ما جاینشینان رسول گرامی است. اگر با شعار دروغین دشمن، با شعار دروغین سرداران یهود نصارا رضایت الله پشت سر گذاشته شود، در هر عرصه از عرصه های جامعه اسلامی دنبال اظهار محبت دشمن رفته شود، در اینجا مشکل تو در دنیا و آخرت دوچند می شود. در اینجا مشکل تو در دنیا و آخرت چند چند می شود. بعد از آن دروازه نصرت الهی بروی تو بسته می شود. همه بگوین نعوذ بالله. الله رب العالمین دروازه های نصرت و رحمتش را بروی ما باز بگرداند. بیشتر از این وقت زیبای شما را نمی گیرم، فقط عنوانم همین بود که در غم رضای الله باش تا مردم از تو راضی شوند، زیرا الله خالق همه قدرت هاست. قدرت بنده، پیشانی بنده، دست بنده، مال بنده در اختیار الله است. اگر ما رضای الله را به دست آوردیم، نهال محبت ما در دل زن و مرد امت به قدرت الله غرس می شود، زیرا که سیجعل لهم الرحمن ودا. الله رب العالمین خودش توفیقی مزید نصیب همه ما و شما بگرداند. حاضرین و غائبین در امان خود نگه دارد. الهی مشکل امت اسلامی را حل بگردان. دوستان بیمار دارن، مشکل دارن، فقر دارن، از شما دعا خواستن. الله رب العزت مشکل همه را به قدرتش حل بگرداند. الله رب العزت نظام اسلامی قائم دائم، خدمتگاران راستینی که جستجوی رضای الله ان، نصیب ما بگردان و از ما سالیان سال کم نگردان. الله مراکز دین، دعوت، تعلیم، تربیه در هر گوشی دنیا است، با رحمت و کرمت قبول بفرما، نصرت و یاری بفرما. آنانی که در مسیر دین الله رفتن، خونهایشان ریخت، الله مراتب عالی جنت فردوس نصیبشان بگردان. الله بیمارای ما را شفای عاجل و از عذاب قبر و قیامت من و شما را نگه دارد. روشنایی قبر نصیب بگردان.
از شفاعت رسول گرامی صلی الله علیه و سلم بی نصیب نگردان. الهی بحران عالم اسلامی را خصوصا افغان ها را به قدرتت حل بگردان. الهی خدمت های مبارزان مجاهدان علما و راویان دین را با کاستگی که داشته باشد به درگاهت منظور بگردان و حاضرین ده که همیش در سردی ها و گرمی ها با ما هستند، الله در هر دو دنیا سرفراز و موفق بگردان. سبحانک اللهم و بحمدک، نشهد و لا اله الا انت، نستغفرک و نتوب.